با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو سلام. سلام بفرمایید. من یه پسر 17 ساله هستم، از آمریکا دارم زنگ میزنم به خاطر اینکه گاهی موقع، نه همیشه، ولی دعوا میشه با پدرم و پدرم خیلی به شما گوش میده. من هیچ، راستش بخوای من گوش نمیدم، مادر پدرم همیشه گوش میدن به شما، خیلی از شما صحبت میکنن، چه خوب میگن راجبتون. و شما از جور... چه مدتی از امریکا هستید عزیز؟ من همیشه، من اینجا به دنیا آمدم. و خواهر برادر چی داریم؟ هیچی. و وقت پدر مادر چند سالشونه؟ پدرم 60 سالشه، مادرم 52 سالشه. خب نسبتاً دیر ازدواج کردن. و پدر مادر که ایرانی هستن، درسته؟ درسته. و اون وقت شغل پدر و مادر چیه؟ ترجیح میدم نگم بخاطر اینکه میخوام فراموشش کنم. حالا مشکلی که با پدر داری چیه عزیز؟ شما اولا کلاس 11 یا 12؟ 12 هستم. سال دیگه میرم دانشگاه، که اتفاقا میخواستم بعد اینکه صحبت پدرمو کردیم راجع به دانشگاه یه ذره ازت راهنمایی بگیرم. چه خبر هست در مورد پدر عزیز؟ قبل از اینکه شروع کنم فقط میخوام بگم که پدرم همیشه به شما گوش میده و مطمئن من الان خونه نیستم، چون دوامو شده اومدم بیرون خونه، تو ماشینم هم آدم این ورتر، ولی مطمئنم داره به شما الان گوش میده، مادرم هم مثلا داره گوش میده. و فقط گفتم شاید چون به شما زنگ بزنم شاید به شما گوش بده، به من گوش نمیده. میانجام چیه؟ فقط میخوام این خیالتون باشه که حتما مشکل ببخشید بگین مشکل و مسئله چیه؟ What's the problem? What's the question? What's happening? Okay. پدر من خیلی close minded هستش. پدر بسیار خوبیه. نمیگم he's the best. واقعا. ولی he's very close minded. و یه مینی مثال امروز اینه که من ماشینم رو داشتم امروز میبردم مدرسه، تو راه بودم به مدرسه، یه حیوان کوچولو پرید دلوی ماشینم، یه خوردم آدم اینورتر، فکر نمی کردم بشه ولی شدش. یه خورده هابکپ تایر ماشینم کشید به کرب، به بغل از خیابون. و رفتم مرسا آمادم خونه، بهش گفتم، مثلا گفتم امروز رو بیسی پایی جلو ماشینم، نمیخواستم از روز رد شم، فکر نمی کنم بخورم به کرب، ولی I ended up hitting it. و یه خورده سکرچ شد، مثلا تو کنم مجرم هابکپ رو بگیریم، چون نیمونه یکی از هابکپ ها روی تایر ماشینم دیگه، روی ماشینم. اوکی نمیگیره، نمیمونه. گفتش اوکی حالا بعدا صحبتش رو میکنیم. رفتم بعد اون سر کار، گفتش بعد سر کار صحبتش رو میکنیم و گفتش که مثلا نوش رو میتونیم بگیریم، ولی مثلا زیاد هپی نبودش، که I understand من I made a mistake، ولی پوینت هم هست که اومدم بهش گفتم I was honest, I was open, I apologized، معذرت خواهی کردم ازش واقعا. و سر کار بودم، گفتم سن، گفتش که میام دنبالش میگردم. منم گفتم میرم دنبال هابکپ میگردم، به هم دیگه تکست میکنیم، میفرستیم به هم دیگه آپشن. همین کارم کردیم و بعد سر کار بهش زنگ زدم، گفتم که چی فکر میکنیم، ترجیحم الان اوردر بدم، چون الان اوردر بدیم تا یکی دو روز دیگه میتونه بیاد، چند ساعت پنج آمازون پرایم اینجوریه. و اول بهش تکست زدم، گفتش بیا خونه با هم دیگه صحبت کنیم و گفتم اوکی، چند دقیقه زنگ میزنم. بهش زنگ زدم دوباره، نداشت صحبت کنم پشت تلفن، گفت بیا خونه با هم دیگه صحبت کنیم. و جوری که پشت تلفن با من صحبت میکنه it's disrespectful، به خاطر اینکه تونش و اتیتودش انگار مثلا داره میگه نمیخوام با صحبت کنم، بعدم بیا با صحبت کنم. و میدونم اینو عزیزم، من ممکنه بگی پدرم رو میشناسم، ولی معمولا میدونی ما در دنیایی هستیم که رو intention و روی motivation و اینهای آدم ها نمیتونیم ما تصمیم بگیریم که از کجا میان. یکی این، دوم که برخی از اوقات تو به هر حال اینجا بزرگ شدی، پدر درسته که اینجا بودن، ولی معلوم نیست که در اون کامیونیکیشنی که با هم داری اون برداشت تو درست باشه. تو اگر یه حرفی زدن، لغت و جمله‌ای گفتن که میدونستن بده و منفیه، تو میتونی بگی حرف بدی زدن، ولی اینکه تون و اینا، خب اونو نمیدونم، ای بسا اصلا از دست خودش یا از دست مادر سر یه چیز دیگه عصبانی بوده، همون موقع هم زنگ زده. خب حالا بعدش بعد چی هست داستان؟ این همین مثلا بک‌گراندشه. حالا رسیدم خونه، چون گفتش برو کارتو بکن برش خونه، حالا
اومدم خونه که باش صحبت کنم، گفتم و قبل از اینکه بیام خونه یه تکست فرستادم، چون این اولین بار یعنی خیلی ماها اینجوریه که مثلا یه چیز کوچولویی که خوشش نیاد زود ناراحت میشه و مثلا I understand ولی at the same time درست نیستش، چون ریالتی اینه که من هر کاری که تا حالا مادر پدر من خواستن، مادرم هم اینو میدونه، مادرم من همیشه روساید منه، همیشه هم شما گوش میده، شما خیلی چیزایی که میگین واقعا فالو میکنه مامان من، همیشه مثلا میگه هر مثلا بهترین بچه هستی، هر کاری تا حالا خواستی، من نمره خوب بردم، دانشگاهی خوبی میتونم برم و ایشالا میرم، ریسپکت میکنم مادر پدرم و هیچ وقت به چیزایی بد نیفتادم و من تنها چیزی که همیشه پدرم همیشه برای من اینو خواسته بخرم برام خریده، این کارو خواسته کرده، ولی هیچ وقت به من ریسپکت وربال نداده که مثلا بخوام باش بشینم باش راجبه یه تیفا سیریس صحبت کنم به من ریسپکت بکنه وقتی صحبت میکنم باش، همیشه یا حرف خودشه یا حرف هیچ. و خب اگر صبر کنم اینجا بیستم، اگر پدر یه همچه تیپ شخصیتی است، این دست his personality این چیزیست که او هست، اون چیزیست که یاد گرفته، این چیزیست که باش بزرگ شده، اگر تو بگی با بقیه خوبه با تو بده یه مسئله، ولی اگر با همه اینجوریه خب ماتیست، تو به من میگی من یه همچی چیز رو هیچ همچی چیز رو دوستن فقط با من اینجوریه و نیست که مثلا رسپکتی که مثلا این کار رو برای من نکنه، چون همه کار I love him همه کار برای من میکنه، ولی من فقط یه چیزی که همه چی بیشتر هیچ دیگه برام ارزش ریسپکت نداره. و من ببین نه آخه ببین عزیزم نه صبر کن صبر کن می کاش میتونستیم راحت تر با هم صحبت کنیم، یه ذره مشکل هست. ببین عزیز اول من میدونی اصولا با ریسپکت مسئله دارم، من اصلا ریسپکت از ذره من چیز نگتیوی، یعنی ریسپکت که مفهوم احترام این مال ارتشه، یکی سرهنگ، یکی سرگرده، یکی سلشکر، دوم اصلا از بقایای بردهداری و برده فروشی. پس بس ما ریسپکت نیست، بس ما حرف تو این است که او منو مساوی خودش در حد خودش در حد آدمای دیگه در ارتباطی که معمولا میان انسان هاست که not only we are equal we are the same اون نمیبینه، خب پدر نمیبینه و این معمولا در خصوص بچه ها هست، یعنی بچه ها در حقیقت تو 17 سالت که نیست عزیز، تو 12 سالت هم هست، 4 سالت هم هست، 2 سالت هم هست، 1 سالت هم هست، تو وجود پدرت، تو الان یکی است که تو رو میبینه جوان 17 ساله میبینه، ولی پدر یا مادر که تو رو 17 ساله نمیبینن، خیلی از اوقات تو رو هر وقت که بخوان خوب ببینن تازه 3 ساله میبینن. بعدم تو انتظارت این است که برخوردی که معمول در یه جامعه امریکا میان دو تا بزرگسال ادالت در چارچوب حالا ریسپکت، حرمت، رابطه است، به نوعی کامیونیکیشن درست، هر چی بخوای اسمشو بگذاری، خب پدر اینا رو بلد نیست، نمیکنه، در ارتباط با تو که کاملا استثنایی، تو یاد باشه اگر هزار تا آدم دور بر پدر مادر تو ظرف 10 سال گذشته بوده تو یه چیزی هستی متفاوت از اونها، ولی اینکه تو اینقدر جدی بگیری که با من ریسپکتفول برخورد نمیکنه اونقدر مسئله من نیست. حالا پرسش اینه که وقتی رفتی چیه تو رو زیر سوال میبره؟ ببین عزیز یه زمانی است که مثلا جهان بینی و فلسفه تو رو زیر سوال میبره، حالا یه ایبونم مرد که مرد، یه زمانی است که نه تو قرار نبوده که مثلا یه همچی خسارتی رو به خودت یا به خانواده وارد کنی، یا تو اگر آهسته میرفتی دقت میکردی اصلا همچی چیزی اتفاق نمیافتاد، اگه حواست جمع بود از قبل اونو می کجای کار هست که نوعی حرف میزنه یا با تو صحبت میکنه که تو میبینی اون ریسپکت رو یا اون انتظار فهم و درک و حالت امپیتی و خودشو جای تو گذاشتن رو نداره؟ برامونی بذار پیام ها رو بشتیم برگردیم، من میخوام ببینم تو فکر میکنی پدر هم کیه هم چرا اینجوری میکنه، چون ما اگر به کسی اینقدر نزدیکیم تنها what and how مهم نیست، why هم مهمه، چرا به نظر تو اینجوریه؟ خیلی از اوقات هست که اصولا نگاهه، تکرار میکنم، پدر و مادر به بچه ها اصلا نگاهی نیست که هستن. من برادرم پزشکه، جراحه، میرفت پر مادر من،
مادر من پیشنهادهای پزشکی بهش میکرد، حتی اگه برادر من چیزی میگفت باش مخالفت میکرد که این من برف تو اشتباه و غلطه. برادر من چیکار کنه؟ مادرشه که هیچی از پزشکی نمیدونه، خودشه که پزشکه، درباره بیماری و پزشکی مادرش داره بهش میگه تو نمیدونی نمیفهمی، چیکار کنه؟ اسمش بذاره ریسپکت نیست. That's not the case. از این است که مادرش بچه شه. من اتفاق خاطرم هست رفتم بروش، یه دفعه برگشت گفت خب ناراحتم برای مثلا فریبرز. گفتم چرا مادر جون؟ گفت آقا اومده بود اونجا پخ پخ میکرد، یعنی مثلا سینش یه جوری بود. شما فکرش بکنید یه نگاه مادر به یه بچه دو ساله، نه نگاه مادر به یه جراح، به یه پزشک. بنابراین مهم اینه که چون میخوام فکر میکنی برگردی، برای که این مسئله رو یک بار برای همیشه once and for all باید حل کرد، که تو فکر کنی این انتظاری که تو داری، حرفی که تو میزنی در ارتباط یک با ویژگی پدر تو در ارتباط با همه با تو، و دو چراییش مسئله است، و این اصلا چه اهمیتی داره. فکر کردم راجبش و فکر میکنم که قسمت مهمش نیستش که مثلا چجوری پشت تلفن با من رفت، بد رفت یا هر جور رفتار کرد کردش، ولی مهم اینه که اومدم خونه، رفتارش تو خونه چجوری بودش و چجوری اومد ساعت میکرد، چجوری داری میگفتش و چجوری منو کوچیک میکرد جلو خودش، که واقعا من مثلا چه اعتراضی به شما داشت، یعنی چه اشکال ایرادی به تو میگرفت عزیز؟ چون برای من اون مهمه. اومدم خونه گفتم که یعنی من وقتی میام گفتم که من نمیخواستم هیچ جوری به بی احترامی کنم، به زنگ زمین پرسیدم، به وقتی تکست فرستادم نمیخواستم هیچ بی احترامی بکنم، فهم دارم میخوام ببینم من چه اشتباهی کردم که با من بد رفتاری کردی پشت تلفن و فوری invalidate میکنه، مثلا میگه درست نیست که تو ناراحتی از من، که تو نمیتونی من ناراحت باشی که من با تو بد رفتاری کردم. نه، اون حرفش که درست نیست. کسی نمیتونه به کسی بگه من به تو یه چیزی میگم تو قرار نیست ناراحت بشی، این که معنی نمیده. نه به من بگید پای تلفن به شما چی گفت، بد رفتاریش چی بود؟ اگه پدر منو میشناختین سخت گفتنش برام، ولی مثلا وقتی تلفن رو میزنم چون میدونستش راجبه چیه تلفنم، نذاشتم صحبت بکنم، با اتیتود بد گفتش که بیا خونه با هم دیگه صحبت کنیم، یعنی نمیخوام. خب آره من متوجه هستم. آخه عزیزم، آخه ما که نمیتونیم بر اساس اینترپریتیشن و تفسیر خودمون روی گفتم نیت و اینتنشن و انگیزه و موقعیت و هدف و جهت و دیگران تصمیم بگیریم. تو اینجا پدرت به خود این اجازه رو میدی. خب من تو زندگیم اتفاقاتی میفته، بذار برات یه موردی بگم. یه دوستی وارد خونه مهمونی شد که ماجرایی شد، این یه دستی تکون داد رفت تو اتاق. اون آدم بهش خیلی برخورده بود که من اومدم بعد از یه مدتی نمیدونم برای تو هدیه بردم، گل بردم دم در، تو حتی یه سلام درست حسابی من نکردی و گله من بود، در حالی که اون آقا مشکلش این بود که یه عمل جراحی کرده بود که وقتی بهش فشار میومد باید خودشو میرسون به دستشویی، و وقتی که این آدم وارد میشه همون موقع این اون فشار بهش بیاد باید خودشو برسه به دستشویی. خب معلومه وقت سلام علیک نبود، خب قرار بود به اون بر بخوره. تو الان برمیگردی میگی که من با پدرم حرف زدم اصلا با لحن بدی قبول، البته من مطمئن نیستم تو خیلی یه لحن حالا انگلیسی چه فارسی تفسیر چقدر دقیق باشه، من میگم درست برگشته و بیا خونه حرف بزن، و تو فکر کنی این یعنی تو رو به احترام قائل نشدی؟ برام سخت گفتنش چرا، ولی مثلا میدونسته که من میخوام راجبش صحبت کنم و نداشته تلفن یه دقیقه و مثلا یه دقیقه باش صحبت کنم، که من به نظر من این بی احترامی. نه آخه از این آخه تفسیر توی من وقت ندارم، من الان با دوستانم. ببین عزیز تو امتحان کن منو، دوستانی من تلفن میکنن تا میگن که من وقت، من میگم خدافظ، مثلا امکان نداره ادامه بدم، من 5 ثانیه بعد قطعشون میکنم، برای که نمیخوام توضیح به من بدن. اون الان میگه وقت نداره تموم شد، یا همه قطعی میگه میتونم دم. نه صبر کنید، شما در ارتباط با پدرتونه برگشت گفته بیا با هم حرف بزنیم، شما حرف رو این است که باید میذاشت یه دقیقه من حرف میزدم. بذار من به تو بگم داستان چیه. ببین عزیز، مطالعات امریکا چی نشون میده؟ مطالعات امریکا نشون میده که جوونا مثل تو از سکس، از ماشین، از پول، چیزی که براشون خیلی خیلی مهمتره اینه که پدر مادر قبولشون داشته باشه، اونا رو در درست خوب بتونه.
برای بچه‌ها مهمتر از پوله، مهمتر از اتومبیل، مهمتر از رابطه جنسیه. معناش این است که تو یه انتظاری داری که پدرت، مثلا چون بچه تکی، انتظاری این است که پدرت تو رو اونگونه که هستی، که هستی و خیلی هم خوبی، پیداست از حرفات، خوبی تو رو خوب بدونه. پدر اونو اینجوری نمیبینه. اشکال کار اینه که نگاه ما، مثلا ما که از شرق میاییم، در ارتباط با آدمای دیگه و در ارتباط با آدمایی که از ما از نظر سنی کوچکترن، خیلی خیلی بده عزیز. ما اصلا حتی ببین عزیز، ما از یه فرهنگی میاییم که بچه قرار نبوده رو حرف پدرش حرف بزن. بچه قرار بوده که حتی پدرش وقتی حرف غلط بد میزنه بگه چشم حق با شماست و انجامش بده. غلط نبوده حتی سوال، حق نداشته سوال کنه. حق نداشته وقتی سوال میکنه به چشمای پدرش نگاه کنه. یعنی باید اینچنان وحشت زده باشه که سرش بنوزه پایین. ببین ما یه سابقه فرهنگی از پشت سرمون داریم که این نوع ارتباط ما رو مشخص میکنه. به همین جهت که تو وقتی که به زبون فارسی، حالا خوشبختانه فارسی خوبه ولی آشنا بشی، ببینی ما 100 تا لغت بدبختی داریم. کنیزم، عبدم، عبیدم، غلامم، حقیرم، صغیرم، ناچیزم، بندم، همجوری که دلت بخواد. از اون طرف هم یه آدمی، یه حضرت اجل، اشرف، اکرم، مکرم، منور، معطر، منبر، همینجوری پرت و پلا پشت سر هم قطار میکنیم. تازه اسم یه آدمی میبریم، از قبل یه چیزایی میگیم، پشتش یه چیزای دیگه میگیم. یعنی این ویژگی روانی ماست و اساسش هم بر بزرگی و کوچکی، بر خوبی و بدی، بر بالایی و پایینیه. یعنی این مسئله تو تار و پود فرهنگ ماست. به من میگن یا من میگم که بچه های من باید احترام منو حفظ کنن، یعنی مگر حرف مزخرفه، غلطه، بده، بی خودی هم گفتن، اونا بگن درسته، چشم، عمل کنن، تو چه هم افتادن. این اون انتظاریست که اسمش احترامی نیست که تو الان میخوای، تو اتفاقا چیز کمی میخوای. ولی اینکه تو بیای با یه نگاهی که گفتم برمیگرده به اینکه یک جوونی، دو بچه تکی، سه با یه ترکیب زبانی روبرو هستی، چهار برمیگرده به آرزوی تو که بیش از این که هر کسی تو رو خوب بدونه و قبول داشته باشه، تو دلت بخواد پدر مادر تو رو اینگونه ببینن، برای که خوبم هستی، برای که خودت هم میدونی چقدر خودتو مواظب بودی، مراقب بودی. حتی الان تو همین گفتگوی تو با من، اصلا من انتظار نداشتم تو اینقدر مواظب و مراقب در گفتگو با من باشی. یعنی کاملا نشون میده هم باهوشی، هم در این حال مهربونی، هم مؤدبی، هم مواظب و مراقبی. وقتی که اینا رو داری بیشتر حرص می‌خوری که چرا بابام و فقط بابام منو قبول نداره، در حالی که می‌دونی دیگران تو رو قبول دارن، چه بچه‌ای همسن سال باشه، چه معلمت که از تو 20 سالم 10 سالم ممکنه بزرگتر باشه. ولی این چیزی نیست که تو رو اینقدر اذیت کنه عزیز. یعنی تو باید بپذیری بابام من اینجوری می‌بینه. من ببین پسر بزرگ من، کار نمی‌خوام راجع بهش صحبت بکنم، من وقتی برخی از اوقات سر به سرش که مثلا میذارم میگم تو نکانای منی، برای که 2 سال 3 سالش بود میگه نکانا یعنی من نگاه کن. خب شما وقتی برمیگردی به یه آدم بزرگی که مثلا استاد دانشگاه است میگه تو نکانای منی، نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده این است که من از اون قالب این که تو کی هستی من کی هستم در اومدم، من دارم بهش نگاه میکنم به عنوان بچه 2 ساله‌ام که می اومده مثلا بغل من. خب وقتی اینجوری بهش نگاه میکنم، اون که نمیتونه بگه من در ارتباط با پدرم ریسپکت نکرد منو، یا مثلا به گونه ای که حرف زد خوب نبود. برای تازه یادت باید باشه بسیاری از ما بلد نیستیم، بسیاری از ما اصلا این گونه حرف میزنیم، بسیاری از اوقات اصلا شما نگاه کنین، بسیاری از اوقات نه تنها ما، امیدوارم به کسی بر نخوره، قصدی ندارم، عربا برخی از اوقات با هم بحث میکنن، آدم فکر کنه درام با هم دعوا میکنن، برای که اصلا نوع صدامون، برخوردمون، توی هم رفتنمون، پایین و بالا بردن صدامون از ذره یه آدمی که ناظره به نظر دعوا میاد. در حالی ما دعوا نداریم. میخوام بهت بگم تو قراره یه ذره خودتو تا اونجایی که ممکنه جای اون بگذاری. ولی به من میگی در مجموع اصلا من میپذیرم که پدرت رو نمیشناسم عزیز. پدر من یه تیپ روانی است که اینگونه با من، حالا نمیگم با بقیه چون خیلی 25 تا بچه که نداره که بگیم با بقیه چه جوریه، میگه تازه متفاوته، ولی غالب اوقات نیست. یعنی اگر تو نگاه کنی به پدرت، میبینی در ارتباط با آدمای در یه حد و سطح دیگر هم ممکنه رفتارش درست نباشه. ولی اینو don't take it personal. یعنی اون مهمه. یعنی تو اگر بپذیری بابای من اینجوری بود، چون بابای من با یکی 1 سال سنش کمتره،
اینجور دیگه نکن. ببین عزیز، تو ارتش شما برخی از اوقات میدیدید یک نفر میامد سرهنگ بود، یه سرهنگ دیگه میامد محکم ایست خبردار میداد، تو میدید این دوتا که هر دوتا سه تا قبه به قول معروف رو دوششون، هر دوتا سرهنگ، بعد معلوم شد اون یه سال زودتر سرهنگ شده. و تو ارتش مهم این بود که تو یه سال زودتر سرهنگ شدی یه سال دیرتر، تو فرمانده اونی یا تو از اون برتری، به همین سادگی. و در یه شرایطی در جبهه اگر اینی که یه سال از اون زودتر سرهنگ شده به اون دستور میداده کاری بکن نمیکرد، در زخت جنگ حق داشت تو بکشتش. یعنی میخوام به تو بگم از یه جامعه ای ما میایم مبتنی بر یه سیستم هایرارکی، یه سیستم سلسله مراتب باور نکردنی، که گفتم اصلا حتی حرفی نیست که اصلا بچه قرار نیست سوال کنه، بچه قرار نیست جواب بده، بچه قرار نیست حتی نگاه کنه. من بارها رو خط رادیو گفتم، من به بچه ها میگم چرا این کار کردی؟ تو میگه بابا، میگه بس دیگه. ای بابا تو خودت میگی چرا؟ ولی حاضر نیستی حتی توضیح، من خودت میگی چرا، من توضیح میدم نمیذاری من حرف بزنم. خب اگر ویژگی روانی ما، زمینه‌های فرهنگی ما متاسفانه اینه، چی؟ شما الان نگاه کنید، بسیار از وقت حتی توی گفتگوها یا حتی سر کلاس‌ها یا حتی تو زندان‌ها از طرف سوال میکنن جواب نده، که چی در زدن تو گوشش. علتش این است که اصلا دنبال بهانه میگن، یعنی فکر کنن این اصلا قرار نیست دهن باز کنه، این اصلا قرار نیست وجود داشته باشه، اون اصلا قرار نیست به من نگاه کنه، اون قرار نیست اصلا حرف بزنه. یعنی روزی که اینا رو تو چارچوب فرهنگیش و رابطه میبینی، دفعه متوجه میشی که اصلا قرار نیست موضوع اینقدر بزرگ و جدی بگیری. درسته. یعنی به همین جاست که من ببین عزیز، آدما میان روی خط، حالا تو که خیلی خوبی مثلا به من میگن شما عرض کردید من فرمودم، خب به من نشون میده که این آدم اینقدر دستپاچه شده و به من محبت و لطفی داره که به جایی که بگه تو گفتی به من عرض کردم، میگه تو عرض کردی من گفتم. خب سو وات، چه اهمیت داره؟ یعنی تازه ایتون بیشتر به من یه پیام میده که این من چقدر، منو چقدر آدم مهمی میدونه. آره. تا اینکه بیام فکر کنم این کسان یه حرفی که من زد توهین آمیز بود یا غلط بود. چیزی که میخواستم بگم اینی که نمیخواستم بس حرفتون بگم، ولی بزرگترین مشکل نیستش که مثلا چجوری جواب داد پشت تلفن برای من، ولی بزرگترین مشکل اینی که زیاد نمیشه، ولی وقتی میشه واقعا زندگی میشه جهنم، وقتی دوام میشه خونه. بعد اینکه اومدم خونه، تو اومدم تو داد شروع شدش از طرف اون، من داد، من هیچ وقت باش داد نمیزنم، من فقط چون میدونم چجوری بعد صحبت کنم باش که واقعا به جای نرسه که دیگه نتونه آدم برگرده، ولی من خودم رو ریلکس نگه میدارم، ولی اون شروع میکنه به نه چی شد دقیقا به من بگو خلاصه. ولی چی شد وقتی تو اومدی خونه عزیز؟ وقتی اومدم خونه شروع کرد به دادن مثلا تو چجور تکستی من فرستادی، تو همیشه راش میکنی، تو همیشه راش میکنی، نمیتونی وایستی، همین چیزا رو شروع کرد به دادن. نفهمیدم. نه جمله اول نفهمیدم، چه تکسی فرستادی؟ گلهشون چی بود از تو؟ من تکس فرستادم که من چیکار میتونم بکنم که بهتر باشم و ریسپکت شما رو داشته باشم. واقعا دلم نمیخواد. آخه این مطلبی بود که از طریق تکس آدم میتونه مطرح کنه؟ آخه چیزی که من نمیتونم جلوی خوش بگم چون میترسم. میترسم از خب 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 بس با مشکل اونجا. نه ببین عزیز، مثلا حرف تو رو قبول، مثلا اون پرسش تو و اون مسئله قبول، ولی با تکس من چوری میتونم بگم؟ و مثلا وقتی دعوا داریم، حالا بعد از اون چی شد؟ گفتن این چه تکسی فرسته؟ فکر کنید چه چیزش به پدر برخورده بود؟ شما که پدرتون رو میشناسید چرا بهش برخورده بود؟ بیام سن اومدم خونه، مثلا داشتش میگفتن چه کتابی نوشتی تو، من فرستادی اینجوری کتاب فرستادی، مثلا فکرم شدی که برخوردش اینه که من مثلا جرأت دارم اون تکس رو بهش بفرستم، با اینکه تکس واقعا کاملا با احترام بود. گفتم با مثلا من چیکار کردم که ناراحت شدی؟ من نمیخوام کار اشتباهی بکنم، مثلا به من بگو چیکار کنم که درست مثلا برم جلو. واقعا همین جوری بودش تکسم، و با اینکه با احترام بود فکر کردم مثلا دارم بهش بی احترامی میکنم با این تکسم، که واقعا نبود، هیچ کلمه‌ای تو اون تکس بی احترامی نبود و نه تونش نه هیچ چیز بی احترامی بود. خب اگر یه همچی چیزی پدرت نصب کنید، اگر همچی چیزی پدرت هم اشتباه کرده، هم آدم خشبین عصبانیه،
از چی من نمیدونم آیا از این موضوع از یاد موضوع. خب تو با یه آدم خشمگین عصبانی روبرو هستی که ای بسا به هر دلیلی آدم مضطرب و نگرانیه، از طریق خشم و عصبانیت استرابشو پنهان میکنه، برای که عصبانیت یا آبیس روی استرابش. مثلا از رانندگی تو راحت نیست، یا به خاطر کاری که تو کردی فکر میکنه نباید میکردی، مثلا خودتو به خطر میانداختی یا دیگه، یعنی میدونی یه نگاهی داره با تو متفاوت، یا اصولا خب حالا حیوانم رفت زیر ماشین رفت که رفت، میدونی اینا اون تفاوت هاییست که شما دارید. و معلومه عزیز با یه فاصله 43 سال شما با هم نمیتونید کنار بیایید، میدونید یعنی اون یه دنیایی داره که دنیایی اون تفاوت مسئله است عزیز. یعنی بیشتر چرا گفتم don't take it personal، این مسئله تو هم نبودی، یه پسر دیگه ای بود، یه دختر دیگه ای بود، 2 سالم بزرگتر بود، باز پدر هم این کار رو میکرد. چون به گونه ای که تو داری بیان میکنی که من اون دینامیک موضوع رو میفهمم، خب معلومه تو خیلی عادی برای یه موضوعی که کم اهمیته یه جوابی دادی که گفتم نامناسب بود، برای که اونجا وقت سوال نبود، ولی وقتی اومدی قرار نبود ایشون فکر کنه تو از این طریق قاضی چی بگی، هیچی، برگشتی گفتی که پدرم من یه کاری کردم، حتی الان گفتی اشتباهی که نه اشتباهم نبوده، اتفاق افتاده و بنابراین ای بس هر کی دیگه بود این کارو میکرد. بعدم یه جوری وانمود کردی که قبول، مسئولیتش هم میپذیرم که من این کار کردم. خب پدر قرار نبود دیگه دنبالشو بگیره، این بابادشون متوقف میشه. خب من الان ببین عزیز، توی زندگیم هر وقت آدما باشون کار میکنم، به مجردی که میگن اوکی اشتباه بوده، من دیگه بحث نمیکنم، تموم شد. ما هدف اون این بود که او متوجه اشتباهش بشه، حالا میخوای هر تصمیمی بگیری یه مسئله است، ولی دیگه گفتگو نداره. تو هم به گونه ای که تکستو فرستادی، بعدن وقتی آمدی منتظر شدی که پدر ببینی چی میگه، ایشون حتما قرار نبوده عصبانی بشه، ولی عصبانیتش یا به خاطر استراب شنگزایتیشه، یا به خاطر اینکه اصولا آدم عصبانیه، یا اصولا آدمیست که از یه جای دیگه ناراحت و ناراضیه، اینو ورده اینجا، حالا یا از تو یا از هر کس دیگه. ولی من مثلا بگم 90 درصد موقع وقتی هیچ بی‌احترامی بهم بشه واقعا میریزم تو خودم، هیچی نمیگم، ولی مثلا دلیلی که واقعا این امروز انقدر دلم پر بودش که تکست کوچولو فرستادم براش بود، با اینکه دیروزم مثلا تو کاسکو بودیم با هم مامانم بود هم بابام، و مثلا همیشه مثلا دیروز مامانم مثلا گفتش با ما بیا چیزی که میخوای مثلا بگیر، چون من مثلا میرم باشگاه خیلی پروتئین میخوام احتیاج دارم، گفتش بیا چیزی که میخوای خودت بردار، و مثلا ستایی بودیم دیگه، و مثلا دیروز رفتم برداشتم بگو مثلا بین 60-70-80-90 دلار مثلا، یا گوشت بودش یا بار بود یا شیک بودش، شیک پروتئین. خیلی هم من ناراحت شد بابام که برداشتم این همه، و مثلا قیمت های همه چی میدونستم ولی قیمت گوشت رو نمیدونستم، و از من خیلی عصبانی شد که نمیدونستم، و دیروز چی نگفتم چون میدونستم بعد قیمت گوشت رو نگاه میکردم قبل از اینکه برمیداشتم، فهمیدم که اشتباهی خودم بودش، ولی خوشم نمیاد که نمیدونم چجوری بگم، چون میدونم بچه‌شم، تو خونه زندگی میکنم، پول همش رو نمیتونم بگم خوشم نمیاد، ولی حس نمیکردم درست نبود، درست نبودش که مثلا از من انقدر ناراحت بشه دیروز، ولی نه حق داری. نه پدر میدونست بحثش این باشه، یا از قبل هوشیار بود، میگه پسرم با توجه به مثلا هزینه ها یا مخارج یا به هر حال موضوعی که هست، شاید این مقدار گوشت که تو برداشتی زیاده، یا تو باید خودت متوجه بودی اینقدر بر نمی داشتی. ولی میفهمم از این. ببین اشکال کار در اینه که مثلا پدر تو جوری نگاه میکنه، این اصلا به فکر نیست، این اینقدر خودخواهه، این هر کار دلش بخواد میکنه، این متوجه نیست که تو این خونه مثلا هزینه ما مثلا روزی 10 دلاره، این گوشته قراره بیشتر از 3 دلار نشده، این شده 4 دلار. یعنی ببین بعدم مخصوصا وقتی نه آدم ها کمی بیکارند و بعدم مسائل جزئی براشون مهمه درگیر میشن، میفهممت، یعنی پدر رو هم میتونم بفهمم، ولی ایشون متوجه نیست که من در امریکا یه دونه پسر دارم 17 سالشه، تو خونه منه، تنها خوشحالی آرزوش اینه که من و مادرش ازش راضی باشیم، تنها امیدش اینه که به یه جایی برسه که پدر مادر بتونن بهش افتخار کنن، کوشش و تلاششو میکنه. حالا شما برمیگردید میگید تنبله، مسئولیت پذیر نیست، کاراشو رو انجام بده، قبول، ولی اینا بچه شماست، یعنی این هم یه جزئی از وجود خود شماست، این نتیجه
تربیت شماست، نه چه حتی من اگر قبول به پدر مادر امر کنم چرا یه بچه، میدونی؟ یعنی اشکال کار اونجاست. همه اینا دست به دست هم میده و غالب اوقات مثلا اینکه هیچ کس به یک اعتبار گناهکار نیست، یعنی اشکال سر کم بودنه. مثل اینکه فرض کن ما یه نون داریم که مال یه نفره، حالا بخوایم به پنج نفر بدیم، خب در اینجا مردم مسئله ندارن، مردم مسئله این است که نون کمه و غالب اوقات این تفاوت ها از اونجا میاد. به علاوه تو باید بپذیری رفتار تو، زندگی تو، کارای تو، پرایوریتی های تو اصلا شباهتی به پدر نداره، یعنی اونا مال یه دنیای دیگری هستن و تو مال یه جای دیگه ای. و به همین جد است که در بیشتر موارد باید با قید احتیاط حرکت کرد. ببین عزیز، من مثلا در برخورد با بچه همیشه به صورت سواله، هیچ وقت نمیگم از چیزی که ناراحتم، میگم این چی شد، چی کار میتونیم بکنیم، تا اینکه برگردم میگم این که اینجوری نباید باشه یا چرا این کار کردی، برای که میدونم در اونجا ما دوتا دیدگاه متفاوت داریم و هر اندازه من بخوام خودم رو از خودم بیرون بیارم و یک کمی امروزه به موضوع نگاه کنم، آخر کارش کم میارم و اینجاست یه غالب اوقات مسئله میشه. ببین من مثلا سر کلاس ها یا تو دانشگاه تکلیف اون روشن بود که ما میکنیم چه مطلبی رو بگیم، اونا چی میدونن یا نمیدونن، ما باید چی بگیم. در ارتباطات خانوادگی اصلا این گونه نیست، یعنی من برخی از اوقات بچه هم یه سری حرفایی میزنن که بارها گفتم عزیز، اینقدر که من از اونا چیز یاد گرفتم، من به اونا چیز یاد ندادم، اینقدر که اونا منو متوجه یه موضوعی کردن که اصلا من اینجوری بهش نگاه نمی کردم، من حتما براشون یه همچی کاری نکردم. اینو به این دلیل میگم که بیشتر اینا تفاوته، نه خوب و بد، نه درست و غلط، یعنی این تمام مسئله به نوعی این تالرنس از همین جا میاد که ما خوب و بد و درست و غلط نداریم. من بارها عزیز این حرف رو زدم که 5% دنیا خوبه، 5% دنیا بده، 90% دنیا تفاوت. یعنی تو میری توی مهمونی 100 نفر لباس تنشونه، نه لباس هیچ کس خوبه، نه لباس هیچ کس بده، نه لباس هیچ کس درسته، نه لباس هیچ کس غلط، ولی هر جور لباس متفاوت. و ای بسا برخی از اون لباس ها رو تو هرگز نمیپوشی و امکان نداره بپوشی بری مهمونی، ولی یه دهی با افتخار پوشیدن، خودم خوشحالن، خریدن، پورم براش دادن، اومدن. و به همین جد است که روزی که من و تو نگاهمون نگاه تفاوت باشه مشکل پیدا نمی‌کنیم. یعنی پدر و مادر تو باید بدونن هر وقت هر چیزی میگن، هر وقت هر چیزی میخوان، تو با اونا مخالف نیستی، تو با اونا مختلفی، تو با اونا خوب و بد و درست و غلط نیست، ماجرای تو این گونه هستی، اونا این گونه، جدول ترجیحات بسیار متفاوته. گفتم مثل ما ایرونی ها، چون بارها من از دوستان شنیدم که مثلا شما به یه امریکایی بگید که بیا خونه ما یه غذایی داریم که اون سوختشو میدیم به تو، خب معلومه بهش بر میخوره، ولی من و شما سر تحریک دعوا میکنیم. چرا؟ برای که اتوان اون سوختشه که خوبه، ولی مهم اینه که چجوری به موضوع نگاه میکنیم و چگونه اونو ارائه میدیم. بنابراین تو رو میتونم بفهمم عزیز، از نوع حرف زدنت، بحثت، استدلالتم منو خیلی خیلی خوشحال میکنی، برای که نشون میده خوبی، معلوم خوبی. حالا من از تو پرسش دارم، چی میخوای بخونی عزیز؟ دلم میخواد وکیل بشم، ولی میخوام اول برم بیزنس بخونم. خب اون درسته. ببین عزیز، اولا تو برای اینکه بخوای وکیل بشی که امتحان الست رو بدی بری دانشکده حقوق، باید یه لیسانس داشته باشی، یه بچلر دیگری داشته باشی. اینا بهترینش در امریکا غالب اوقات چون مسئله سیاست و حقوق با هم قاطی شده، برای امریکایی میرن فرض کن که پولیتیکال ساینس میخونن، ولی رشته‌ای که خیلی خوبه اولش بیزینسه، دومش حتما مثلا روانشناسی و جامعه شناسیه که اینا کمک میکنه به خاطر به حتی زبان انگلیسیه، به خاطر بعدن گفتار و نوشتار. بنابراین اگر تو میخوای بری وکیل بشی، اینی که بری بچلر تو بیزینس بگیری، یا تو برخی از اوقات تو چیزایی که ذره دقیق تره مثل اکانومی، یعنی به جای یعنی اکنامیکس بخونی تا بیزینس بخونی و بعد بتونی امتحان الست رو بدی و بری دانشگاه حقوق، عالیه.
و مطمئنم موفقم میشی. ضمناً یادت باشه اولین کسی رو که به دادگاه میبری پدره ها، یعنی مبادا تو این زمینه کوتاه بیای حتما یه لاسوت فایل کن علیهشون، هم علیه پدر و مادر و تمام حسابهای این 17 سال یا موقع 20 چند سالت رو برس. ولی به هر حال مطمئنم موفق میشی و الانم که نمرات و اینات خوبه، درسته؟ آره واقعا سعیم، واقعا دیگه خیلی تلاش کردم تو این یکی دو سال اخیر. Very good. تو یه اشاره کردی به پروتئین و چیزایی از این قبیل، تو چه ورزشی هستی عزیز؟ بدنسازی. جدی؟ آره. خب حالا اونو به عنوان بدنسازی خیلی 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 خوبه، ولی من دلم میخواد به دلیل ویژگی روانی و تک بودنت درگیر ورزش‌های جمعی یا دست جمعی بشی، مثل همون فوتبال، ساکر خودمون یا بسکتبال. آره میدونی فوتبال هم بازی میکنم. اوکی گود گود. برای که ببین، البته فوتبال امریکایی که نه، برای که اون یه مقدار کتککاریه. فوتبال امریکایی بازی میکنی؟ نه فوتبال ایرانی. آه فوتبال ساکر. آره اون خیلی به هر حال اولین بازی به هر حال جهانیه دیگه، یعنی بیش از هر بازی دیگه. خب و اون خیلی میتونه کمکت کنه. به هر حال امیدوارم پدر جون مادر جونم یک تو رو شنیده باشن و ضمناً خاطرشون آسوده شده باشه که پسر خیلی خیلی خوبی دارن و ضمناً مطمئن هستم که متوجه هستید با هم فقط متفاوتید، نه اختلاف دارید، نه به هر حال نه مختلف هستید، ولی اختلاف ندارید، ولی از دو تا دیدگاه به موضوع نگاه میکنید. مطمئنم هم تو زندگیت موفق میشی، هم مواظب بدن و سلامتی فیزیکی باش، هم روانی، هم رایی که میری مطمئنم که توش موفق میشی. فقط یادت باشه به خاطر اینکه میخوای بری تو حرفه و رشته وکالت، یک اولا به مقدار زیادی کتاب بخون، برای که تسلط تو به زبان و زیر و بمای اون با وجودی که اینجا بزرگ شدی خیلی خیلی مهمه. و دوم از اونجایی که مسئله وکالت اصولا مسئله عقلی و منطقیه، هر درسی که یه مقداری کمکت میکنه به اون که در جهت ریزنینگ، استدلال و رشنال مند و تینکینگ تو رو بهتر کنه. از حتی میدونی در یونان قدیم بالای سر اون اکادمی یونان شد هر کس هندسه نمیداند وارد نشود. یعنی فرض کن اون چیزی که واقعا به عنوان استدلاله از هندسه میاد، یعنی جیومتری. یعنی یه مقداری خودتو با اون مفاهیم آشنا کن و مطمئن هستم که موفق خواهی شد. خوشحالم شدم باید صحبت کردم و مطمئنم پدر جون و مادر جونم خوشحال میشن که تو برگردی خونه بغلت کنن و به وجودت افتخار کنن. و مطمئنم حتما اینجوری خواهد شد، این نکنن بعدا تو تلفن کن من میام سراغشون، اون وقت من یه وکیل خوبیم مثل تو میگیرم، من لاسوتشون میکنم چون به گوش حرفای من ندادن. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز، موضوع خودت باش، خدا نگهدار، خواهش میکنم.